мақомоти расмии қирғизистон қазаи дирӯзаро ки миёни ҷавонони шаҳри норин ва дониҷӯёни хориҷии донишгоҳи осиёи марказӣ рух дод чӣ гуна шарҳ медиҳанд ва аслан чӣ иттифоқ афтод дирӯз مقامات قرقیزستان حالا تمام تدبیرها را برای مجازات عاملان و تشکیل کنندگان این قضیه می اندیشند. وزارت کارهای داخله در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. دیروز بیشتر قرقیزستانی ها بعد دیدن نواری که در آن گروهی چند صد نفری جوانان بیکار شهر نارین و بنای دانشگاه آسیای مرکزی داخل شده دست به کردارهای خجالت آور می زدند وحشت زده شدند. آنها شان 70 دانشجوی دانشگاه آسیای مرکزی را پس دادند. اصلا بازی بسکتبال چند هفته پیش دایر شده بود. در آن دانشجویان دانشگاه نارین شرکت کرده بودند. ولی حادثه دیروزه را نه دانشجویان بلکه مردم محلی اساسا بیکار تشکیل کرد. بیشتر این مردم قرقیز در شبکه‌های اجتماعی از چنین حالت ناراحت بوده نوشتند که چرا این ماجرا اتفاق افتاد. دانشگاه آسیای مرکزی یکی از مؤسسه های زیباترین در حدود شهر نارین است. از این خاطر بیشتر ساکنان قرقیزستان از حادثه مذکور به خشم آمدند و از مقامات کشور طلب دارند که عاجلا این مسئله را در سطح شورای امنیتی ملی بررسی نمایند. تقریبا شما اشاره کردید ولی باید بگویم که دیروز در شبکه‌های اجتماعی یک نوار پخش شد که تقریبا ما هم دیدیم در اونجا در جای حادثه کارمندان پلیس شرکت دارند، اما برای حمایت از دانشجویان و پروفسوران این دانشگاه عملا هیچ کار نکردند. آنها را چی انتظار است؟ مثلا اگر در گذشته بینگریم وقتی در این گونه حالت ها افسران میلیسا خود را کنار میکشیدند و یا بگیم که در بعضی موارد جانب های طرف درگیر رو می گرفتند، مقامات به آنها چگونه واکنش نشان می داد؟ من در باره قضیه های پیش چیزی گفتن نمی توانم، اما در رابطه با ماجرای اخیر احتمالا کارمندان میلیسا ترسیدند، زیرا در آن طرف ازدحام خشمگین جمع شده بود. حالا برخی کارشناسان هم می گویند که در این کار نقش جوانان افراطی خیلی بارز بود. در قرقیزستان به مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی حالا گروه های افراطی ظهور کردند، اما باید بگویم که محض در قرقیزستان روند افراطی‌گرایی بیش از پیش احساس می شود و به این تأثیر بعضی مفتی های سابق خیلی زیاد است. مثلا مفتی سابق با نام چوبک حاجی چندین بار به طور روشا دعوت کرد که دانشگاه آسیای مرکزی مربوط به آغاخانی چور در شهر نارین فعالیتش را قطع کند، زیرا باعث تبلیغ و رشد رویه شیعه است. چون این عقیده را بعضی دیگر روحانیان قرقیزستان نیز بیان می دارند. از این خاطر اهل جیای قرقیزستان و جامعه شهروندی خیلی جدی از مقامات طلب دارند که این موضوع در شورای امنیتی ملی برداشته شود تا اینکه سری وقت از دعوت های اختلاف برانگیز جلوگیری شود. وقتی چنین شعارها از زبان روحانیان برومند صدا می دهند، این گونه پیامدهای خطربار دارند. امیدواریم که قضیه به طور مثبت حل شود، ولی به هر حال مشکلات وجود دارد. تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا.